ساعت پس از آن که وزیر خارجه ای پاکستان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا را از حمایت کامل خود مطمئن ساخت یک جنرال ارشد امریکا با قانون گزاران آن کشور گفت که پاکستان در چند سال گذشته گامی که نشان دهد شریک عمده در روند صلح افغانستان است بر نداشته است توجه کنید به متن کامل این گزارش مهم جنرال مکنزی روز سهشنبه در جریان رسیدگی به تایید نمزدی او با عنوان رئیس فرماندهی مرکزی امریکا به اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا گفت من معتقدم که هر رای حل در افغانستان کمک پاکستان را ایجاب می کند چون این رای حل باید منطقه ای باشد و نه فقط بر افغانستان متمرکز باشد جنرال مکنزی گفت منافع در از مدت پاکستان ایجاب می کند که دولت باثبات در افغانستان وجود داشته باشد اما پاکستان در چند سال گذشته نشان نداده است که میخواهد شریک جدی باشد مکنزی در پاسخ به سوال یکی از اعضای کمیته گفت پاکستان احتمالا می داند که برای رسیدن به صلح در افغانستان به کمک آن نیاز خواهد بود مکنزی افزود او تغییر در رفتار پاکستان نسبت به افغانستان یا دست زدن به اقدامات سخت علیه گروه های توریزیستی نمی بیند و افزود برداشتن گام های قاطع که گروه های را از پناگاه های امن در پاکستان و نیز آزادی رفت و آمد از پاکستان به افغانستان را محروم کند وظیفه عمده است که پاکستان باید انجام دهد و باید از نفوذ خود به رهبری طالبان جهت نشاندن آنها پشت میز مذاکرات آشتی استفاده کند جنرال مکنزی یادآور شد که ثبات در منطقه جنوب آسیا همچنان مهمترین نفع استراتژیک دو جانبه برای امریکا و پاکستان است و ما باید به تعامل با رهبری پاکستان با هدف تعمین منافع دو جانبه ادامه دهیم این اظهارات در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان سومین دور سفرهایش به کشورهای منطقه را آغاز کرده است. نظیر عظیم کریمی خبرنگار آزاد واشنگتن دی سی